به نام خدا شاگردای عزیز و گرامی سلام خوب هستین بخیر هستین جور سعدمن هستین جور باشین سلامت باشین خب شاگردای عزیز و گرامی به درس ریاضی خوش آمدین درس ریاضی صنف هشتم درست است خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی صنف هشتم با همدیگه دیگه میخوانیم درست است و فصل چندم هستیم فصل سوم مشابهت ها درس چهارم ما و شما امروز درس چهارم هم میخوانیم اما قبلی که بگیم در درس امروز ما و شما چه عنوان هایی رو باید بخوانیم اول از همه کارخانه گیر به ما روان کردین یا نکردین درست است گفتیم از چه طریق روان میکردین کارخانه را از طریق واتساپ نمبرش هم هست 20964 780 255 40 17. اگر کدام سوال یا کدام مشکل در حل کارخانگی هم دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبری که برای شما خواندم درست است خب عزیزان درس امروز ما و شما چه عنوانهایی میخوانیم اهداف درس چهارم از فصل چندم فصل سوم هستیم خب یک اول چرا میخوانیم حالت های تشابه مثلث ها حالت دوم میخوانیم و بعد از او حالتهای حالت های تشابه مسلس حالت سوم درست است اگر یادتان باشد در درس گذشته ما ما و شما حالت اول خواندیم تشابه مثلث ها گفتیم دو مثلث ما و شما متشابه است اگر یادتان باشد گفتیم که تمام زاویه ها باید با هم چی باشد تمام زاویه باید با هم برابر باشد زاویه های مربوط به هم صحیح است زاویه مثلا با زبر بی با بی زبر سی با سی زبر صحیح است اما زاویه که مربوط به خودش است زاویه م... چی باشد برابر باشد و ازلا چی باشد ازلا متناسب باشد یعنی چی متناسب باشد معنایش است که زل های ما و شما به یک نسبت بزرگ یا کوچک شده باشد به با عنوان مثال اگر زل اول ما و شما دو برابر شده است دیگه زلام چی شده دو برابر شده باشه. پس اگر این شرایط داشته باشه، ما و شما میگیم دو مثلث ما و شما چی است متشابه است درست است اما اگر در درس گذشته یادتون باشد گفتیم که نیاز نیست ما کل چی کنیم کل این اطلاعات نوشته کنیم آمدیم چی گفتیم گفتیم اگر فقط دو زاویه از یک مثلث با دو زاویه از مثلث دیگه مساوی باشد نتیجه میگیریم که دو مثلث ما, یعنی ما و شما چی است متشابه است یعنی دیگه اطلاعات خود به خود چی میشه برقرار میشه صحیح فقط کافی است ما شما چی کنیم نشان بدیم دو زاویه از مثلث با دو زاویه از مثلث دیگه چی است برابر است اوکی چرا چی رقم شد دیگه پس ما شما چی میگیم نتیجه میگیریم که دو تا مثلث ما و شما چی میشه متشابه میشه درست است خب امروز ما با شما چی میخوانیم؟ آلت های دوم و سوم میخوانیم علاوه بر دو زاویه ما با شما حالت های داریم که امروز ما با شما میخوانیم و یک نکته شاگردای عزیز امروز فصل سوم ما با شما چی میشه؟ خلاص میشه و بخیر فصل چهار در درس بعد شروع میکنیم پس شاگردای عزیز بریم سر تخته ما در سر تخته با شکل برات نشان بدم که آلت دوم به چی شکل میشه درست است پس بریم سر تخته حالت اول اگه یادتان باشه در درس گذشته گفتیم دو زاویه بود نه دو زاویه از این مثلث با دو زاویه از یک مثلث دیگه مساوی باشد نتیجه هم بگیریم. دو مثلث ما و شما چی است متشابه است سیست اما حالت دوم چی هست؟ حالت دوم میگیم که دو زل متناسب و زاویه بین مساوی معنای شفت معنای شفت من نشته کنم حالت دوم میشه دو زل متناسب و زاویه ما بین یا بین مساوی صحیح پس دو زل متناسب و زاویه بین مساوی یعنی چی؟ معناشی است که اگر ما شما دو مثلث داشته باشیم صحیح دو مثلث داشته باشیم دو تا زل از این مثلث با دو تا زل از اون مثلث متناسب باشد یعنی چی متناسب یعنی اگر زل اول ما دو برابر شده باشد زل دوم هم دو برابر شده باشد سیست زل اول ما سه برابر شده زل دوم سه برابر شده باشد معناش چی است متناسب به این شکل است حالا در شکل میکشم نشان میدم بر ریاضی چه رقم متناسب و نشان میتیم. و زاوی مابین از این اردو زل باید با هم چی باشد مساوی باشد اگر این حالت بود باز ما و شما نتیجه گرفته میتونیم که دو مثلث ما و شما چی است متشابه است صحیح پس من شک میکشم با شک بر تشریح میکنم به عنوان مثال ما و شما چنین مثلث های داشته باشیم با نیرک کمی مرتر بکشم آه. اینی باشد A B او C D خب دیگه چی داریم؟ دیگه داریم دیگه باشد شش یعنی باشد سه یعنی باشد چهار یعنی باشد دو سه با عنوان مثال ما و شما یعنی شکل داریم سوال گفته که ثبوت کن که یعنی دو مثلث ما و شما چی است؟ با هم متشابه است خب چی رقم ثبوت میکنیم دقت کنید شاگرد عزیز ما به شک ثبوت میکنم میگم که چی است یعنی زل ما شما بی او ما شما چند است 6 سانتی است او سی ما شما چند است 3 سانتی متر ای او ما شما 4 سانتی و او دی ما شما دو سانتی است آیا این دو زل با از دو زل چی است متناسب است یعنی به یک نسبت بزرگ شده یعنی خود چک میکنیم یعنی دو ما شما چند شده 4 شده یعنی دو چند شده ف ما و شما چند شده؟ شش شده پس هم دو چند است پس معناش است که اردو این دو... ای دو زل ما و شما با او دو زل چی است؟ متناسب است اما این چی رقم نویشته کنیم در ریاضیات این ما بهشک نمیشتنیم کنیم اگر تناسب یادتان باشه در سای گذشته ما و شما بود دیگه نه من میگم که چهار بالای دو است با شش بالای سه. سه است. پس فقط یک نکته دارد نکته شی از فکرتان باشد که ما اگر در تناسب نوشتن میکنیم صورت داریم مخرج داریم دیگه نه دو نسبت است با هم مساوی میمانیم از مثلث کلان در صورت نوشته کردم در زل دیگه هم باید این شش در صورت نوشته کنم پس من به شک نوشته می کنم دقت کن 4 4 بالای 2 فیس ده برم چی 6 بالای 3 3 بالای 6 نوشته کنی غلط میشه فیس 4 بالای 2 دیگه چی 6 بالای 3 خب 4 بالای 2 اختصار کنی 2 میشه 6 بالای 3 رو اختصار کنی 2 میشه هر دو با هم چی هست؟ مساوی است پس ما نتیجه میگیریم که این دو زل ما با این دو زل چی است متناسب است یعنی به یک نسبت کلان یا خرد شده اگر از این به حساب کنی که کلان شده دو چهار شده اما اگر از چهار بعد دو حساب کنه خرد شده صحیح است کوچکتر شده از چهار به دو نیم شده از شش به سه هم نیم شده پس دو زل ما و شما چی است متناسب است خب پس به شک نوشتن میکنم دقت کن پس ما اگه بخویم برای کنیم به نوشتن میکنیم میگم که زل ا از ما پس زل کلان صورت نوشتن اردو است ا او پس ا. او بالای چی؟ ا. او بالای او دی بالای او دی سیست خب در دیگه چی؟ دیگه بی او بالای او سی آفرین او سی خب حالا جوابش بکش ا او چند است؟ ا. او چار است؟ بالای او دی ما و شما دو است در اینجا چی است؟ بی او ما و شما شش است بالای او دی سی ما و شما سی است سهیست؟ اگر اگه اختصار کنیم 4 بالای 2 دو, دو میشه 6 بالای 3 هم 2 میشه با هم مساوی است پس نتیجه هم بگیریم دو زل ما و شما چی است متناسب است صحیح است فهمید شد دیگه نه خب دیگه چی دیگه ما ده اینجا نوشتن میکنم ده پایین نوشتن میکنم صحیح دقت کنید زاویه شاگرد از دقت کنید زاویه او یک با زاویه او دو دقیقاً زاویه او ما شما چی ما پایین نوشته کنم که غلط نشه با او دو ما شما اینجاست اینا. خب زاوی دقت کنید زل ا او, او و بی او زاوی ما بینش همین او است این نامش بگیرم او یک این نامش بگیرم او دو صحیح پس باید ما و شما زاوی او یک با دو چک کنیم مساوی سیانه زاوی بی با درد ما و شما نمیخوره دیگه سعیس چون ما اینی زل گرفتون و اینی زل زاوی ما بینش اینی میشه دیگه این زاویه نمیشه این زاویه نمیشه سعیس پام چه رقم شد دیگه نه چه از حالت دوم دو, دو زل متناسب و زاوی بین مساوی یعنی ما اینی زل کردنی این زل که گرفتم با دو زل دیگه گفتم متناسبه زاوی ما بینش او میشه سعیس پس زاوی بیر نگیری فهمید چرا رقم شد پس این دو زل با نو دو زل متناسبه زاویه مابینش هم او, پس می او, او است پس میگم او, یک با, او, دو. او یک با او مساوی است صحیح است پس زاویه او یک مساوی است با زاویه او 2 چرا او با او مساوی است چون متقابل بر اساس است رو خواندیم در سایه گذشته متقابل بر اساس معنی است گفتیم اگر دو خط چه مستقیم به هم دیگر قطع کنه زاویه های یعنی دو زاویه مقابل به هم دیگر میگیم چی متقابل بر اساس راستشون در دا یک یک تاست یعنی راستشون است نظر برست متقابل هم است و هر دو با هم چی میشه؟ مساوی میشه صد فیصد یا اگه سی درجه باشه نیم سی درجه است پس دقیقا اعمال زاوی او یک و او دو چی است؟ متقابل برست یعنی با هم دیگه مساوی است خب آل عزیز سه اطلاعات که ما شما نوشته کردیم دو زل متناسب و زاوی بین مساوی نتیجه میگیریم که مثلث AOB AOB بی متشابه است سیست یعنی علامه چی بود؟ علامه تشابه بود نه؟ و مثلث او سی دی و مثلث او سی دی به حالت چی؟ به حالت حالت اول اگه یادتون میشه درس گذشته دو زاویه بود حالت دوم و شما چی است؟ دو زل متناسب و زاویه بین مساوی پس من نوشتن میکنم دو زل ای. متناسب و زاویه بین مساوی پس چی شد حالت دوم تشابه های تشابه مثلث های ما نیسته. دو ضلع متناسب و زاویه بین مساوی ضلع متناسب گفتیم چه شکل نشان میدیم تا نسبت جور میکنیم نسبت ضلع ضلع مثلث کلان در صورت نمیشه دیگه هم باید مثلث کلان در صورت نوشته کنی فکرتون باشه اگر ما دهی دلیل نسبت دو من مثلث بالا نوشته میشه سه بالا نوشته میکردم سه بر, بر روی شش میشه میشه یک بر دو هم مساوی نیست پس باید به شک نقطه ش که ممکنه سوال کنید استاد خب من زل پایین زل مثلث خورده بالا نوشته فرق نمیکنه اردویش به شک شوه اگر ما و شما این دو بالا چار نوشته اون باید سه بالا شش نوشته کنیم میشه اختصار کنید یک بر, یک بر با یک بر مساوی است پس نتیجه میگیریم دو زل ما شما است پس فرق نمیکنه کدام مثلث کلان از لاش بالا نوشته کنی یا مثلث خرد بالا نوشته کنی فقط این است که اگر تو مثلث کلان در صورت نوشته کنی در دو باید در صورت نوشته کنی سیست اگر تو مثلث خرد زلش در صورت نوشته کنی ار دو به شک باشه ده یا مثلث خرد بالا باشه ده یا مثلث خرد بالا باشه سیست پس به شک باشه نتیجه میگیرین دو مثلث ما شما چی است متشابه است با حالت دو ضلع متناسب و زاویه بین مساوی درست است فهمیدی چرا خم شد دیگه نه حالت تشابه مسلس ها حالت دوم هم کار کردیم چی بود؟ دو زل متناسب و زاویه بین مساوی درست است پس من این تیک مارک میکنم و حالت دوم یعنی حالت آخر ماده درس حالت دوم درس امروز ما میشه ولی حالت سوم تشابه مثلث ها درست است پس بریم سر تخته من تخته رو پاک می و بر تشریح می حالت سوم چه شکل است درست است پس بریم سر تخته خب شاگردای عزیز و گرامی حالت سوم تشابه ها درست است از حالت های تشابه مثلث ها حالت سوم پس حالت اول چی بود دو زاویه مساوی حالت دوم چی بود دو زل متناسب و زاویه ما بین مساوی یا زاویه بین مساوی بین بین دو زل زاویش باید به با او اون زاویه دیگه چه باشد؟ مساوی باشد اما حالت سوم چی هست؟ حالت سوم هست سه زل متناسب یعنی چی؟ معنیش هست که اگر ما و شما دو مسلس داشته باشیم از لای او به یک نسبت بزرگ یا به یک نسبت کوچک شده باشد ارسه زل سیست دیگه زاویه رو ما و شما چک نمیکنیم زاویه خود به خود چی میشه برابر میشه مساوی میشه سیست پس ما و شما میتونیم نتیجه بگیریم که دو مثلث ما و شما چی است متناسب است پس ما یک مثال کار میکنیم تا متوجه باشیم به با عنوان مثال یک مثلث داشته باشیم ان سه باشد یا بگیم به شش باشد ان 8 باشد سیست و ی هم 10 باشد مثلث کوچکتر و شما ب شکل باشد اینی سه باشد اینی چهار و اینی پنج سیست خب اینی مثلث نامش باشد مثلث ا بی و سی سیست اینی مثلث باشد دی ای e, اف سیست خب سوال گفته که ثبوت کنید دو مثلث چی است متشابه است ما و شما اج زاویه به ما و شما نداده فقط سه زل داده خب شاگرد عزیز آی ار دو مثلث متشابه است میگیم بله آفرین چرا متشابه است چون از لایش اگه دقت کنی سه ما و شما شده شش دو چند شده پنج ما و شما دو چند میشه ده میشه و چهار ما و شما دو چندش هشت میشه پس همه سه تا زل ما و شما چی است متناسب است زلای از این مثلث با زلای از این مثلث متناسب است پس به حالت سوم سه زل متناسب ما و شما میتونیم نتیجه بگیریم که دو مثلث ما و شما چی است؟ متشابه است به حالت سوم اما امیر چرا خم نویشته کنیم گفتیم اگه یادتون باشه باز چی میکنیم؟ تناسب باید به شک نوشته کنیم به شکل نسبت نوشته میکنیم که زل ای بی بالای زل خودش دی ای باز ای رو بالای ای ای اف نوشته نکنه یا سیست پس ای بالای زل مربوط به خودش میشه صحیح AB بالای دی ای e. آلی گفتیم اگر از مثلث کلان در صورت نوشته میکنی کلش باید از مثلث کلان در صورت نوشته کنی اگر من از مثلث خرد در صورت نوشته کنیم نوشته کنم دی e, بالای AB بی دیگه زلای مثلث خرد باید در صورت نوشته کنم پس دفعه من مثلث خرد در صورت نوشته میکنیم. صحیح فرق نمیکنه و زل دی ای e, چی میشه پس نوشته میکنم DE بالای چی بالای مربوط به خودش چی میشه ای میشه ای خب جواب چند میشه چند بالای چند میشه چهار بالای هشت، سیس چهار بالای اشت و دیگه چی آل ازی نوشته کنده صورت پس زل دی اف زل ای دی اف بالای چی بالای نظر به دی اف خودش چی است ای سی است بالای ای سی چند میشه میشه پنج بالای ده سیس و زل آخر ای اف بالای چی؟ بالای بی سی صحیح است یعنی بی است دیگه بی سی خب چند میشه سه بالای شش پس سه بالای شش آیا یه هر سه با هم مساوی است خب اختصار میکنیم اختصار کنید چهار بالای شش اگر به چهار اختصار کنیم میشه یک یک بر دو صحیح پنج بالای در اختصار کو به پنج یه هم میشه یه میشه یک بر دو و اگر سه بالای شش اختصار کنی بر دو میشه اختصار میکنیم شد یک بر دو. با هم مساوی پس نتیجه میگیریم سه تا زل مثلث ما و شما این مثلث بازی مثلث چی است متناسب است یعنی به یک نسبت کلان شده یا اگر ایر بالا یبانی ای میشه کوچک شده صحیح پس از این عرصه ما و شما میتونیم نتیجه بگیریم نتیجه بگیریم که مثلث ABC متشابه است با مثلث DEF D, E, به حالت هست؟ متناسب. حالت چی است سه ضلع متناسب سهیست پس چه شد میام حالت سوم ما و شما خب یک نکته شاگرد از دقت کنید وقتی که ما و شما ثبوت کردیم که دو مثلث ما و شما متشابه است ممکن است سوال از ما و شما پرسان کنه نسبت تشابه را بگو چند است نسبت تشابه دقیقا چی است دقیقا امی تناسب امی که ما و شما دریافت میکنیم در تناسب دریافت میکنیم یا چی است امی تناسب ما و شما مساوی است امی عدد ما اگر نسبت تشابه دقت کنید مثلث خرد نظر به مثلث کلان بگیم یکی بر دو میشه اگر مثلث کلان و مثلث خرد بگیریم دو بر یک میشه چون چی میشه 8 بر 4 میشه 10 بر 5 میشه 6 بر 3 میشه صحیح است پس بستگی داره که از ما شما سوال چی بخواید بگه که اگر نسبت تشابه مثلث دی ای اف به مثلث ای بی سی چی میشه یکی بر دو اگر بگه نسبت تشابه مثلث ای بی سی و مثلث دی ای اف از بزرگ از کلان به خورت بگه میشه دوی بر یک سه است پس ما نوشته میکنم نسبت تشابه مثلث ABC و مثلث DEF چند میشه جوابش کجا نوشته کنم؟ من پیشش نوشته میکنم با چند میشه دو میشه یا دو بر یک سه است اما دو دیگه مخرج یک ما شما نمی نمیکنیم چرا دو نوشته کنم؟ چون مثلث کلان به مثلث خرد گفته ABC. ABC کلان است کلان به خرد چند شد دو بر یک اگر خرد به کلان میگفت یکی بر دو صحیح پس چند شد نسبت تشابه اما نسبت تناسب است همین جواب تناسب ما شما میکشن همین اگر یا با هم مثالی نبود که مثلث مو... دو مثلث ما شما متشابه نبود صحیح پس جواب از ارسی با باید چی شوه مساوی شوه پس نسبت تشابه در عرصه حالت شما ما شما باید دریافت کنیم در حالت اول حالت دوم حالت سوم فرق نمیکنه ما شما که ثبوت کردیم دو مثلث با هم دیگه چی است با هم دیگه متشابه است حالا چی نسبت تشابه برای ما بسیار مهم میشه پس ما چرا مهم میشه چرا چون ما چرا اینا رو میخوانیم پس ما یک سوال کار میکنیم که از کاربرد از این تشابه مثلث ها سوال کار کرده باشیم خب شاگردای عزیز ما یک تا مثال کار میکنم تا کاربرد های همین تشابه مثلث ها رو ما شما کار کرده باشیم خوری میخوانیم که چی شوه چی رقم سوال با ما شما داده میشه دقت کن پس یک مثال گفته که ما ده دا شکل داریم این شکل داریم شاگرد از دقت کنید ای باشد ا بی سی دی ای سیست؟ خب گفته که بیشک ای باشد اینی ما شما چه باشد؟ ده باشد اینی دوازده باشد و اینی هم بیست باشد سیست؟ این شکل به ما شما داده گفته که یک تا مثلث ای بی سی داریم که دی ای هم چی است اردو ار زل قد که در زاویه بینش هم 90 است هم 90 است گفته یعنی ای دی ما و شما 12 باشد ای سی ما و شما 20 باشد این 12 باشه 18 باشد صحیح و دی ای ما و شما 10 باشد حالا سوال گفته که شما بی سی نامش اگر X بگیریم گفته ایکس دریافت کو پس مثال قیمت یا مقدار ایکس را دریافت کنید خب اینو چرا خم کار میکنم من دقت کن من از تشابه مسلس ها کار میکنم من اول چی میکنم شاگرد عزیز میام ثبوت میکنم که اینه مسلس خورد ای ای دی اینه مسلس خورد که در این گوش است ای ای دی با مسلس کلان با ای بی سی متشابه است من خودم اول ثبوت میکنم که متشابه است وقتی که متشابه بود از لای از چی میشه متناسب میشه و من میتونم تناسب نوشته کنم از تناسب من میتونم میکس باز برم دریافت کنم صحیح پس فهمید چه رقم شد ما اول سعود میکنم این مثلث خرد با مثلث کلان چی است متشابه است حالا از کدام از همو عرصه حالت که شد دیگه عرصه حالت که ما شما خواندیم هر کدام شد فرق نمیکنه ولی دقت کنید شاگرد عزیز در 90 فیصد سوال از حالت اول ما شما استفاده میکنیم دو زاویه مساوی آسان ترین حالت است دیگه نه معمولا سوالای ما و شما از اون کار میشه صحیح و وقتی که ثبوت کنیم دو مثلث متشابه است بعد ما میریم چی میکنیم تناسب نوشته میکنیم یعنی زل های ما و شما متناسب است اون تناسب نوشتن نوشته میتونیم و نظر به ما میتونیم ایکس دریافت کنیم فهمید چی رقم شد دیگه نه پس من ثبوت میکنم به ثبوت میکنم دقت کنید شاگردای عزیز در مثلث خرد زاویه دی ما و شما چند درجه است 90 آفرین چرا چون شکل ما و شما به شکل کشیدنی 90 درجه است در مثلث کلان زاویه سی ما و شما چند است او هم 90 است پس این دو زاویه با هم چی است مساوی است پس من نوشتم میکنم زاویه دی مساوی است با زاویه سی چرا چون در دوش 90 درجه است صحیح خب آفرین اما زاویه دوم کجاست اگر دقت کنید میبینید که زاویه ای چگرد زاوی عزیز زاویه ای در مثلث خرد با زاویه ا در مثلث کلان چون ای در دو مثلث است هم در زاویه در مثلث خورد است هم در مثلث کلان ا با یه مساوی است چون دقیقا یک زاویه است دیگه نه پس دقت کنید زاویه ا در مثلث خرد هم است در مثلث کلان هم است دیگه پس زاویه ا ما و شما زاویه ا مساوی با زاویه ا میگیم مشترک است در دوش مشترک است خب حال شد دیگه حالت اول دو زاویه مساوی یک ز... دو زاویه از مثلث اول با دو زاویه از مثلث دوم گفتیم با هم مساوی است و نتیجه میگیریم که ما و شما دو مثلث ای دی ای یعنی مثلث خرد با مثلث کلان متشابه است با مثلث ای بی سی ای بی سی به حالت چی به حالت اول حالت اول چی بود دو زاویه مساوی سعیف پس دو زاویه مساوی چی شد؟ دو مثلث ما و شما متشابه شد خب حالی که دو مثلث ما و شما متشابه است از لای از چی است؟ متناسب است پس در جای نصف پیش در اینجا نمیشه در نتیجه از لای ما و شما چی میشه؟ متناسب میشه پس من باز دوباره شاگرد عزیز زل م... کلان اگر دوالا نویشه کلش باید کلان دوالا نوشته کنه سعیف من از کلان نویشته میکنیم. بی زل کلان از مثلث کلان نظر و مثلث خورد چی میشه دی ای میشه آفرین پس بی سی بالای دی ای سیست خب یا باید چی باشد متناسب باشد دیگه حالی مثلث های ما ها شما چی شده متشابه شده یعنی زلاش باید متناسب باشد پس بی سی بالای دی ای باید نسبی باشد با زل کلان ای سی ای یا ای سی بالای ای دی سیست؟ پس مثلث کلان در صورت ای سی بالای چی ای دی و باز مثلث کلان ای بی بالای ای e. ای این رو نوشتن میکنیم فیس و ای 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 بی ای بی کلان بالای ای e. ای خب حالا قیمت های نارمین رو وز میکنم من البته آخر از... نسبت آخر ما شما قیمت نداره پس او رو نوشتن ن... نکنیم فرق نمیکنه از همین اردو چی میشه جواب ما شما دریافت میشه پس من نوشتن کنم قیمتش بی سی شما چند است بی سی ما شما ایکس است ایکس بالای چی؟ بالای دی ای ما شما ده سیست پس ایکس بالای ده مساوی است با ای ما شما چند است؟ ای ما شما بیست است خود سوال گفته بیست بالای چند؟ ای دی ما شما دوازده است او آخریم که نیاز نیست از همین ما شما میتونیم ایکس دریافت کنیم سیست خب یک تناسب است تناسب, است. تناسب چی هم دریافت میکردیم؟ طرف این وسط این طرف این وسط این کنیم اینی رو در ضرب کنیم پس میشه دوازده ایکس مساوی است با در بیست میشه صد سعیست؟ پس X ما اطراف تقسیم بر دوازده بسازیم. اطراف تقسیم بر 12. تقسیم بر 12. پس 12 با دوازده خلاص. پس X ما و شما چند میشه؟ X ما و شما میشه 200 بالای 12. اگر به دو اختصار کنیم 100 بالای 6 میشه. سعیست؟ پس 100 بالای 6. اگر باز به دو اختصار کنیم میشه چند؟ 50 بالای 3. 50 بالای 3. سعیست؟ پس پنجای بر سه پس جواب ما و شما چند میشه؟ پنجای بر سه پس ایکس ما و شما چند میشه؟ پنجای بر سه, سه است. پس ایکس گفت دریافت کن ما و شما دریافت کردیم پس چند شد؟ پنجای بر سه سیست که پنجای بر سه اگر حساب کنی تقریبا چند میشه؟ اگر 15 بگیریم 45 میشه ابدا بگیریم 51 میشه 16 اشاریه خورده میشه سیست سی اگر بگیریم 51 میشه پس می میشه 16 اشاریه تقریبا 9 تقریبا 9 سیست پس 15 اشاریه 16 اشاریه 9 میشه تقریبا اما اگر در ماشین حساب حساب کن دقیقش برد میگه پس ما شما تانستیم ایکس دریافت کنیم پس یه یک تا سوال از کاربرد های تشابه مسلس ها فاهم چرا رقم شد دیگه پس ما اول ثبوت کنیم دو مسلس با هم متشابه است وقتی که تشابه متشابه بود آمدم از تناسب از الله استفاده کنم و از ایکس دریافت کنم است؟ حالت های تشابه مسلس ها حالت سوم هم خاندیم. و در آخر من یک تا مثال از کاربرد های تشابه مسلسان برای شما کار کردم که چرا خم ما و شما از تشابه مثلث ها کمک بگیریم و ثبوت کنیم و ایکس دریافت کنیم که تا نیستیم چرا چرا شد نه پس کارخانگی کارخانگی چفت تمرین های صفحه 82 و 84 کتاب رو باید حل کنید به ما روان کنید از طریق واتساب نمبر شمده 0964 780 255 13 درست است اگر کدام سوال پیشنهاد انتقاد دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبر که به شما خاندم درست است خب شاگرد عزیز و گرامی پایان فصل سوم فصل سوم ما و شما خلاص شده خیر فصل چهارم در درس بعد شروع میکنیم درست است خب شاگردان عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپارو.